سلام و صد سلام. سلام به شما بینندگان عزیزم. من خیلی خیلی از شما و آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان و اساره تمام امامان جهان عذرخواهی میکنم. بنده اشتباه بزرگی مرتکب شدم که واقعا خودم رو نمیبخشم. آخه یعنی یکی نیست به من بگه پدرت خوب، مادرت خوب، چی کار داری به کار اماما و امامزاده ها؟ به خدا از وقتی این حادثه پیش اومده ناراحتی وجدان گرفتم، باورتون نمیشه. همش به خودم میگم نکنه صبح از خواب پا میشم و توی آینه نگاه میکنم یه دفعه به جای خودم یه سوسک ببینم. من واقعا معذرت میخوام، خدا توبه. یادتونه من چند وقت پیش توی یکی از برنامه ها سر به سر امامزاده بیژن گذاشتم که مرقد مطهرش تو شهرستان نور بود؟ یادتونه؟ این کار ما باعث شده تا نام این امامزاده عزیز ایرانی تبار سر زبونا بیفته و مسئولین اوقاف که تا پیش از این انگار نه انگار که همچین امامزاده وجود داشته به این فکر بیفتن که یعنی چی؟ چطوره که این امامزاده اسمش علی و تقی و نقی نیست، اسمش بیژنه؟ یعنی چجوری شده که اینجوری شده؟ از طرف دیگه هم هرچی فیلم و سریال تلویزیونیه اسم هرچی خلافکار و تبهکار بیژن و کوروش و داروشه. حالا ما این رسوایی رو چی کار بکنیم که اسم امامزادمون بیژن؟ از نظر زبانشناسی هم که نگاه کنیم یه خورده توجیه این موضوع سخته. یعنی کدوم امام بوده که وقتی بچهش به دنیا آمده گفته اسم این طفل من باید باشه علی بیژن؟ عربا که تو علف باشون حرف ژه ندارن که دارن؟ ندارن. نتیجه این تفکرات و استدلال ها این شده که مسئولان اوقاف رفتن سراغ امامزاده مزبور و نام طفلک رو تغییر دادن به امامزاده بیژن. بله، یعنی همون اس اولیش. یعنی خانم آقای، این امامزاده ایرانی و ایرانی تبار نیست، اسمش هم بیژن نیست، بلکه این امامزاده است که وقتی جنها سراغش رفتن زهره ترک شدن، از مرقدش فرار کردن. چرا؟ چون نام این امامزاده بیجنه، یعنی جن نداره. حالا من دچار نگرانی استرس شدم، نکنه خدایی نکرده پس فردا این آقایون، همین باقایون اوقاف، برن سراغ امامزاده قلقلی. یادتونه که اونم تو برنامه قبلی باز راجبش صحبت کردیم، واسه اونم یه اسم جدید اختراع کنن، استخونای این امامزاده بیچاره رو تو قبر بلرزونن. خدایش من که خودم هرگز نمیبخشم. ولی الان یه سری میزنیم به خطه شمال همون شهرستان نور. دوست عزیزی داریم یه چیزی خونده، خیلی باحاله، با هم نگاه میکنیم. شراره جان شراره جان شراره، چرا دردی تو با من باز دوباره؟ اگه راستی تو دردم و دبا کن، شکستن دلم کاری نداره. با یه گخم تو من عشقم میریزه، دلم اشکنه میگه دیزه دیزه. با یه گازی تو من دیوته میشم، خاطر تو خیلی عزیزه. شراره جان شراره جان شراره، چرا قدی تو با من باز دوباره؟ اگه رسمی که در رما دبا کن، شکستن دلم کار نداره. آره بیون دار که ابرو آتره ببنده، دل عاشق اینو نمیپسنده. حیفه که اون نوای تو نخندن، آخه جونم به لبخند ببنده. شراره جان شراره جان شراره، چرا دری تو با من باز دوباره؟ اگه راست میگی دردم و دوا کن، شکستن دلم کاری نداره. تو قدمی تو قدمی من تو گری یا در بدو
من تو آخر دیادر به دو بود مثل گوشتش زن کمان باقی من مثل گوشتش زن کمان باقی من برو برو تو نیان برو برو تو نیان برو هریش میکنو که دل بایی کرو که دل بایی کرو آقا من که حسابی قاطی کردم، یعنی این حکومت انگار خودش هم نمیدونه چی کار کرده و چی کار میخواد بکنه. پارادوکس که میگن همینه ها، نشونش هم دقیقا همین حکومت اسلامی ایرانه. اصلا این پارادوکس رو به جای اینکه تو متون و مباحث فلسفی از کلمه پارادوکس استفاده کنیم، میتونیم از این به بعد از علامت اختصاری جیم الف به معنای جمهوری اسلامی استفاده کنیم. البته ما خیلی وقته که به این حکومت جمهوری اسلامی نمیگیم، میگیم حکومت اسلامی، چون اصلا معنی جمهوری نمیده. یه آقا داره که خلیفه اونه دیگه، بقیه قوات و دستگاهام که تدارکات چیه اونن، اصلا جمهوریت دیگه معنی نداره. خب حالا از بحث دور نشیم. آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، تو جای فرمودن که اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند فضای کشور را متشنج کنند و با مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی شوند، بدیهی است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. این افراد با به آتش کشیدن اموال عمومی، مساجد و دیگر اقدامات خرابکارانه، انتخابات پرشور و افتخارآمیز مردم را به کام آنان تلخ کرد و آب در آسیاب دشمن ریختند. اوکی، تا اینجا این موضوع کاملا قابل قبول. عوامل فتنه سال 88 به نتایج انتخابات اعتراض کردن و همه بد و اخن که باید هم مجازات بشن. تا اینجاش قبول. اما بلا فاصله جای دیگه از قول ایشون، همین آقای اژه‌ای، میخونیم که نوشته از آنجایی که محمود احمدی نژاد بار اول در دادگاه حاضر نشد، مجدداً برای او احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ 16 دی ماه تجدید وقت شد. ما که نفهمیدیم که انتخابات سال 88 پرشور و افتخارآمیز بوده، که نتیجه این انتخابات پرشور و افتخارآمیز شخص احمدی نژاد بوده. دیگه چرا احمدی نژاد؟ به خاطر همون خرابکاریه که عوامل فتنه سال 88 نسبت به اون هشدار داده بودن؟ ایشون الان باید بره دادگاه به خاطر اونا؟ یکی نیست بگه اگه این بابا مقصره، پس اونایی که توی حبس خونگی هن چیه؟ اگه اونا مقصرن، این دیگه چرا باید بره دادگاه؟ والله به خدا، ماشاءالله یه جای سالم توی این حکومت نمونده. فقط رئیس جمهوریش که پاش به دادگاه کشته نشده بود، که اونم شد دیگه، که الان داری میره دیگه. و مطمئن باشین فرد روزی هم اگه مثل بچه آدم خودش با پای خودش نره دادگاه، همچین میزنن پسی کلش رو دستبند میزنن میبننش دادگاه. واقعا عجب حکومت معتبری داریم. بی خود نیست این خارجی ها اینقدر به ما احترام میذارن و به قول و قراره بین المللی ما اعتقاد دارن و آره میبینیم دیگه. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهاییست. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم،
نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من درد میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت. من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. میگیم ایران سرزمین عجایبه، شما باور نمی کنی. مثلا کجای دنیا دیده شده که یه روزنامه پیش از انتشار تعطیل شه؟ بله درست شنید، پیش از انتشار. یا کجای دنیا شنیدی که روزنامه بعد از انتشار پیش شمارش، یعنی هنوز به شماره یک نرسیده، تعطیل شه؟ دیدین جایی؟ البته این اتفاقات چون تو کشور ما از بس تکرار شده به نظر عادی میان. بله، روزنامه نشاط پس از اون که به مرحله انتشار، قبل اینکه به مرحله انتشار برسه، هوتوتو بستنش، تعطیل شد. آقای ماشاءالله شمس‌الله واعظین، سردبیر روزنامه نشاط، هم اعلام کرد در پی تصمیم قوه قضاییه تحریریه نشاط، پیش از انتشار این روزنامه فعالیت خود رو متوقف کرد. دستتون درد نکنه، پیش از انتشار قوه قضاییه. ایشون روز دوشنبه 11 آذر پس از حدود 4 ماه فعالیت تحریریه نشاط و پیش از رسیدن به مرحله انتشار با اعضای تحریریه خداحافظی کرد. شمس‌الواعظین دلیل این اقدام رو تصمیم قاطع قوه قضاییه دونست و برای جلوگیری از انتشار روزنامه اعلام کرد که قوه قضاییه این رو نذاشته تا به چاپ برسه. نیکاهنگ کوثر هم یه کاریکاتور خیلی زیبا کشیده که نشون میده به سوی فکر یک روزنامه نگار که روزنامه نشاطه یه تیر داره میره و تیری پرتاب شده به سمت اون فکر، یعنی این که این حکومت فکر روزنامه نگارا رو هم رو هوا با تیر میزنه، چه برسه به خود روزنامه. بله اینا اینجور آدم هایی هست.
دست کم نگیریش. واقعا دست قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی درد نکنه. والا اینجوری شده که ما نیده بودیم. یه روزنامه پیش از انتشار به خاطر تصمیم قوه قضاییه تعطیل شد. یعنی نه حکمی، نه دادگاهی، نه کشکی، نه دوغی، نه ماستی، هیچ. عجب بساطی این بساط حکومت اسلامی، نه؟ آدم افسوس میخوره. روزنامه های ممالک دیگه 100 ساله و 200 ساله میشن. اگه گیر مالی پیدا کنن، مردم و دولت ها سعی میکنن اونو سرپا نگه دارن. بعد مال ما منتشر نشده به دستور حکومت قوه قضاییه تعطیل میشه. عجبا، واقعا عجب. همسن و سالای من حتما مجله زن روزو به خاطر دارن. این مجله پیش از انقلاب بخشی داشت به نام برسر دوراهی زندگی. در این بخش مرحوم منوچهر مطیعی نامه های مردم رو به خصوص زنان و جوانان رو منتشر میکرد و تلاش میکرد به اونها راه چاره مشکلاتشون رو نشون بده. مثلا دختر خانمی فریب خوب میخورد یا زنی عاشق مردی میشد، نامه ای میداد، آقای مطیعی هم به اونا میگفت چه بکنن چه نکن. حالا منم تصمیم گرفتم امروز تو این هفته تو این برنامه یه برسر دوراهی را بندازیم. مثلا یه نامه از شما رسته، ما نامه رو میخونیم و به شما کوتاه مختصر جواب میدیم که چه بکنین چه نکنین. موافقین؟ خیلی. این نامه رو یه دانشجو برای من فرستاده، نوشته: سلام آقای سخن، دانشجوی هستم که در کنکور سال پیش قبول شدم. به من بگویید که آیا در کشور بمانم و درس را همینجا بخوانم یا اینکه به خارج از کشور بروم و در دانشگاه معتبر جهانی درسم را ادامه بدم. لطفا من را راهنمایی کنید و به من بگویید چه کنم. خب دانشجوی عزیز، اولا به شما تبریک میگم که اینقدر با استعدادی که تونستی از صد کنکور بگذری و تو کنکور قبول شی. ولی اجازه بده یه ذره باهات رو راست باشم. من اگه استعداد تو رو داشتم میرفتم دنبال یه کار نون آبدار. یعنی چی بی خود وقت تو با کتاب و درس تلف میکنی عزیز جون؟ ها؟ آخرشم مثلا میشی دکتر. خب که چی؟ بیا من همین الان 10 تا آدرس بهت میدم که از 10 میلیون تا 5 میلیون میگیرن، یه مدرک با تمام سوابق و غیره برات درست میکنن. مثل ما آب خوردن. مثلا چه رای دور بریم، همین مرحوم دکتر کردان رو که یادتون هست، خدا بیامرز، عمری با مدرکی که داده بود براش توی بنگاه زبان خارجی تو میدون امام حسین درست کرده بودن، مهمترین شغلا رو داشت، مهمترین بخش مالی صدا و سیما در اختیارش بود. خدا میدونه چقدر پول اونجا جابجا میشه. تازه تو دانشگاه درس هم میداد. خیلی ها دیپلم هم نداشت. خب شما که اینقدر با استعدادی، الحمدلله رتبه خوبی هم داری، از همین الان برو دنبال یه کار نون آبدار. اصلا برو سربازی. خب ببین، همین آقای بزه عزیز خودمون که اکنون جزء مفاخر ملی ما به شمار میاد، تو دوران خدمتش راننده رئیس بانک مرکزی بود. بیا الان ببین که ثروتی داره که بیل گیتس نداره، بعد بره جلو بوق بزنه. اینا نه از این بوقای معمولی ها، بوق شیپوری. حالا اینا رو من به شما گفتم و شما هم شک و تردید داری نسبت به اینا، ولی خب برو هر کار دلت میخواد بکنی بکن. اصلا برو MIT، چه میدونم، برو آکسفورد، کلی دود چراغ بخور و آخرش هم بشه دکتر فلان یا استاد فلان. ولی عمرنا از ما گفتن عمرن بتونی تو عمرت بوگاتی و مازراتی سواشی، تا عمر داری جیان هم گیرت نمیان. گفتی حالا خود دانی، برو. Oh,
بدبختی ما گناه بیگانه نبود پیوندی من و شما چند پیش دیدم نویسنده عزیز آقای رامین جهانبگلو تو سایت جرس نوشتن که ماکیاولی ماکیاولیست نبود. برجسته ترین اثر ماکیاولی کتاب شهریاره که دقیقاً 500 سال پیش نوشته شده و الهام بخش رهبران سیاسی در سر جهان بوده. پاپای قرون وسطا به ماکیاولی میگفتن ماکیاولی شیطان. حالا اینا رو گفتم واسه چی؟ ماکیاولی چرا اولش؟ عرض می‌کنم خدمت. اولا به سبک خیلی از هموطنان عزیزمون که خیلی اطلاعات ذی‌قیمتی در همه زمینه‌ها دارن، ما از این بابا ماکیاولی خان تنها یک جمله میدونیم که تازه نمیدونیم اونم مال خودشه یا نه، و اون اینه که ماکیاول گفته هدف وسیله را توجیه میکنه. یعنی چی؟ یعنی که ما میخوایم فرضاً یه حکومت اسلامی ایجاد کنیم. سال 57. اغلب مردم شهرنشین و باسوادن. پیرمردا هنوز دوران حجاب بر سر زنان و مخالفت آخونده با تأسیس مدارس جدید و دوا دکتر و حتی عینک رو خوب به خاطر دارن. مرحوم محمد علی فروغی ماجرای تعریف می‌کرده که تو همون دوران به ایشون که روز تاسا عینک به چشم داشتن گفتن کافر نخواسته روز تاسا عینکشو برداره. خیلی جالبه. یعنی داشتن عینک در همین سده گذشته نشانه کفر و بیدینی بوده. یا آقای روحانی محترمی پیدا میشه که سال 57 میخواد انقلاب کنه و تای دلش هم هست یه حکومت اسلامی را بندازه. همونطور که در تحریر الوسیله هم نوشته بوده که میخواسته یه کاری بکنه. اما اگه بیاد بگه ای مردم فردا که شاه رو ساقط کردین و ما رو جای اون گذاشتین، ما حجاب سر زناتون میکنیم، موسیقی حرام، خرید و فروش ساز حرام، جلوی هرچی خوشی شادی تعطیل، عرق مرق تعطیل، و شما رو واسه شهادت و رسیدن به لقاء الله آماده میکنیم. طبیعیه کسی دنبالش راه نمیافتاد و انقلاب پیروز نمیشد. حالا چه کنم چه نکنم؟ ایشون پیش خودش این فکر کرده، میگه ما میشیم ماکیاولی اونچه که ماکیاولی گفته واسه رسیدن به هدفمون که همانا حکومت اسلامیه، از هر وسیله استفاده میکنیم. دروغ میگیم، فریب میدیم، حقایق رو مسکوت میذاریم، میذاریم تا دلتون بخواد وعده میدیم، هر چیزی که دیروز گفتیم امروز میزنیم زیرش، فردا دوباره همونا رو میگیم و پیاده میکنیم. بله، اینم نتیجه درس گرفتن آقای خمینی از حضرت ماکیاولی که شد حکومت اسلامی. مردم فکر کردن حرفای قشنگ قشنگ دکتر شریعتی میشه آینده حکومت ایران، مارکسیست‌ها اجازه اظهار نظر خواهند داشت میشه شعار روشنفکرای ایران، زنان در انتخاب پوشش خود آزاد خواهند بود میشه باعث آسودگی خیال بانوان انقلابی ایران، آب و برق مجانی و خونه برای هر اونی هم میشه شعار مستضعفان. دیگه کور خدا چی میخواد؟ دو تا چشمی که بعدش رو آقای خمینی شخصا میده و یه امضا میندازه پاش. اما غافل از این که چشم که داده نمیشه هیچ، گوش و زبونم از دست میدیم. آقا تا سوار خر مراد میشه میزنه زیر همه چی. بله، ایشون با وسیله‌ای به نام دروغ به هدفش میرسه. ما هم که ملت ساده دل و زود باور و فاقد حافظه تاریخی، انقدر از این مسئله دور شدم که مطلب از یادم رفت. بگذاریم. داشتم میگفتم که جهانبگلو گفته بود ماکیاولی ماکیاولیست نبود و الا اینجوری نمیشد. راست میگه.
والا راست میگه، بلا راست میگه، به خدا راست میگه. ماکیاولیست واقعی خمینی و خامنه‌ای بودن و هستن. من حاضرم قسم بخورم همین الان تو همین دوران اگه ماکیاول زنده بود، به جرم دزدیدن عقاید آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و نوشتن کتاب به نام خودش، داشت توی راهروهای دادسرای تهران میدوید این برنامه رو دنبال پروندهش بود، یا یه گوشه توی سلول انفرادی توی اوین منتظر اجرای حکم اعدامش بود به جرم چه میدونم. اون موقع جرمی واسش درست میکردن دیگه، محاربه پاره برم گذشته دیگه، من چیز دیگه دیگه میشد دیگه، میتراشیدم مثل همه جرمایی که واسه همه آدمای دیگه توی مملکت تراشیدن. داشتم از هیلگری روحانیون میگفتم و از حجاب زنان و خرافات مردمان. بد نیست یاد کنیم از پدران مشروط خواه خودمون یا شعرا و نویسندگانی که علیه خرافات و حجاب زنان با تمام قوا جنگیدن. اشعار ابوالقاسم خان لاهوتی، اشعار ایرج میرزای نازنی، نوشته های اجتماعی میرزا فتحعلی آخوندزاده و یا نوشته های علمی دکتر تقی ارانی و دست آخر طنزهای چرند و پرند استاد دهخدا.
و صدها نوشته و شعر و مقاله از پدران آزادیخواه کشورمون که همگی اونا در جهت آزادی مردم از قید خرافات و جهل نوشته شدن. قطار تاریخ گاهی از ریل پیشرفت خارج میشه و به بیراهه میره. بارها اتفاق افتاده. اما تا اونجا که خوندیم و دیدیم و یادمونه و از همیشه به این منوال نمیمونه و قطار تاریخ بالاخره به خط اصلیش برمیگرده. کاش فرصت کنیم و وقت بذاریم تا آثار نویسندگان آزادیخواهمون رو که خرافه ستیز بودن و تو ایران زحمت ها کشیدن مطالعه کنیم. تو نوشته هاشون درس های زیادی هست که حتی واسه امروز ما هم هست. باور کنید. فرصت کردید برید سراغ این عزیزانی که اسامیشون رو براتون بردم و مطالعه کنین آثار برجسته اونها رو. نه دیگه آقای ظریف، این نشو. لبخند و دیپلماسی و خنده و مذاکره و دلقلوه و بستنی و پالوده همه گی درست، اما با چیزایی مثل جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا شوخی موخی و نزدیک شدن به اونا نداریم. این اخطارها حواست باشه، نشه که اینا مثل دریای مازندران بشه حق همسایگان عزیز ما. آخه حیوانکی ها، اونا ماخه سم دارن. نمیشه که ما تنهایی از دریای مازندران بخوریم و ببریم که. نه نجونم، جزایر ایرانی همیشه ایرانی خواهند بود، حتی اگه تمام قدرت‌های دنیا دست به دست هم بدن و بخوان اونا رو از ما بگیرن. کشور عربی که جای خود داره، اونا که اصلا عددی نیستن. حتما فراموش نکردیم که این جزایر همیشه ایرانی چطور به اشغال بیگانگان در اومد و چطور با درایت و هوشیاری سیاستمداران و قدرت‌های نظامی ارتش وقت ایران به ایران بازگردونده شد. کجا رفت اون روزگاری که نافهای ایران هر جا که گشت می‌زدن، دشمنان دیرینه ایران تن به هر سازش و مصالحه‌ای می‌دادن؟ کجا رفت اون عظمت و اقتدار سیاسی و نظامی که حمایت مهمترین کشورهای دنیا رو هم به همراه داشت؟ نه آقای ظریف، در این یه مورد مذاکره بی مذاکره. میدونی چرا؟ چون مذاکره یعنی پذیرش شک و تردید در ایرانی بودن این جزایر. بله، نکنین کاری رو که با دریای مازندران کردین. ملت ایران نتیجه چنین مذاکراتی رو هرگز قبول نخواهند کرد و روبروتون خواهند ایستاد. این یه هشداره.
آقا عجب معامله‌ای بود این معامله انتخابات 88. جالبه. اصلاح طلبای حکومتی رفتن مغازه دونبش آقا. خب گفتن ما یه رئیس جمهور می‌خوایم بخریم. آقا تو این معامله کلک زد و به جای موسوی احمدی نژاد انداخت به اونا. اصلاح طلبام شروع کردن به هیاهو که آی مردم به داد ما برسین، مال ما رو خوردن یابم روش. مردم هم ریختن تو خیابونا که کجاست اون حاجی ظالم حق باز، مردک چرا مال اصلاح طلب رو خوردی؟ حاجی هم که پول و زور زیادی داشت یه ده ارازلوباش رو اجیر کرد و انداخت به جون مردم بیچاره. که اصلا شما کی هستین که به من میگین مال مردم خور؟ آقا زدن و بردن و کشتن. چه خونها که به زمین نریختن، یا تو کهریزک چه استخونها که خورد نشد. اونا هم همش به خاطر کلک آقا به اصلاح طلبا. فقط گوش بدین، کلک آقا به اصلاح طلبا. حالا بعد از روی کار آمدن روحانی به نظر میرسه که معامله از این طرف جوش خورده. بله، طرفین با هم به توافق رسیدن. وقتی آقای رضا خاتمی گفت که اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند، امروز اصلاح طلبان هیچ طلبی ندارند و از هیچ کس طلب ندارند و هیچ ادعایی ندارند، باز راضی هستند و صبوری می‌دارند. من که خوشحال شدم، الحمدلله که همه چی امن و امانه و دیگه حقی نمونده که بخوایم دنبالش بدویم و طلبی که بخوایم ازشون بگیریم، چون طلبی در کار نیست. یه مقدار خون به زمین ریخته شد که اونم در مقابل منافع ملی دیگه، حالا با یه وایت تکسی چیزی میشورن تمیزش میکنن میره دیگه، که دقیقا همون منافع اصلاح طلبا بود، اون منافع ملی که اصلا به حساب نمیاد که فقط چی شد و چی نشد. اما بد نیست یادمون باشه که انتخابات دیگه ای اگه شد و تقلبی شد، خیلی خودمونو با آب و آتیش نزنیم، چون فردا دوباره معامله جوش میخوره و اون چه که تلف میشه خون ما و عزیزان ماست، اون چی که از بین میره جوانای عزیز مملکت ما که بر اثر این معاملات نابخردانه همه چیشون از دست میدن. میدونم برات عجیبه این همه اصرار و خواهش، این همه خواستن دست بدونه حتی نوازش. میدونم که خنده داری واسه تو گریه دردم، میگذری از من و میری اما باز من برمیگردم. میدونم برات عجیبه من با اون همه غرورم، پیش همه بدین ها چجوری بازم صبورم. میدونم واسه سؤاله که چرا پیشت حقیرم، دور میشی منو نبینی با سراغ تو میری. امشب نمیدونم چرا همش یاد پدران و اجداد و رفتگانم میفتم. هیچ میدونین که یه بخشی از جریان تجدد و تجددخواهی به وسیله بازرگانانی که به کشورهای خارجی میرفتن به ایران منتقل شد؟ یعنی طفل معصوم ها میومدن فرانسه و آلمان، مردمانی متمدن میدیدن و سالم و با نشاط و با انضباط، همه چیزشون سر وقت، همه کاراشون پر حساب کتاب، بعد برمیگشتن میومدن ایران، یه دفعه روبرو میشدن با یه جامعه خرافات زده و فقیر که فریادشون با آسمون بلند میشد که بابا آخه این چه مملکتی ما داریم، چرا نظام سیاسی ما تغییر نمیکنه و مثل خارج نمیشه تا ما مثل اونا زندگی کنیم. بعد واسه اینکه خودشون هم از قافله تمدن عقب نمونن، فوکولی و مکلا میشدن و مقابل معممین قرار میگرفتن. البته
تعداد زیادی هم روحانی تجددخواه داشتیم که اونا هم سهم بزرگی در تجددخواهی جامعه ایران داشتن. حالا اگه به شما بگم که یه ویدیو از سایت تجاری آمازون دیدم و داغ تجددخواهیم تازه شده، شاید به من بخندید، ولی خدا شاید باورتون نمیشه، اصلا حالم بد از اون روز تالا. ولی منم مثل پدرانمون وقتی میبینم دنیا به کجا میره و ما هنوز اندر خم اینترنت دایلاپ 3 کیلوبایت در ثانیه هستیم، فریادم میره واسم. این فیلمی که براتون پخش میکنم در انتهای برنامه جنبه تجارتی داشته و داره، ولی شما به ایده هایی که مردم رو به هم نزدیک میکنه و اقتصاد رو رونق میده توجه کنید و فرق اونو با اون چی که تو ایرانه ببینید، مشاهده و مقایسه کنین، ببینین چه اتفاقی میفته. من که حالم بد شده، شما رو نمیدونم، به این صحنه نگاه کنین، به این برنامه نگاه کنین، ببینین چقدر دنیا پیشرفت کرده. من چون حالم بده با شما خداحافظی میکنم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.